خب حالا برسیم دنباله حسابی. در این جزوه دو نوع خاص از دنباله بررسی میکنیم، یکی دنباله حسابی، یکی دنباله هندسی. چون نظم خاصی هم بین جملاتش برقراره. اینا توجه کنید، منفی 5 0 5 10 5 تا 5 داره اضافه میشه. اینجا 1 2 3 4 یه دونه دونه داره اضافه میشه. هر دو این دنباله ها با یه عدد ثابتی داره جمع میشه، جمله بعدی به دست میاد که به اینا میگن دنباله حسابی. دنباله حسابی چیه؟ میگه هر گاه در دنباله اختلاف هر دو جمله متوالی یک مقدار ثابت باشد، با آن دنباله حسابی یا دنباله عددی میگن. و به اون مقداری هم که داره اضافه میشه بهش میگن قدر نسبت و نماد دی هم نمایش میشه. مثلا شما نگاه کنید توی اینجا ما هر بار جملات ما داره سه تا سه تا اضافه میشه. ببینید الان اینجا توی این سوال نگاه کنید، هر بار داره سه تا سه تا اضافه میشه، به این سه تا ستایی که داره اضافه میشه میگن قدر نسبتش 3، و چون هر بار یه عدد ثابت داره اضافه میشه بهش میگن دنباله حسابی. خب نکته، اگر جمله اول دنباله حسابی را آ قدر نسبت رو با دی نمایش بدیم، شکل کلی چنان دنباله به این صورت خواهد بود: اولیش آ1، بعدیش آ1 به علاوه دی، بعدی آ1 به علاوه 2 دی، بعدی آ1 به علاوه 3 دی، همینجوری برو تا جلو. پس میفهمم که جمله انم من به ریتم آن برابر است با آ به علاوه انم انهای 1 در دی به دست میاد، که به این میگن بچه جمله عمومی یک دنباله حسابی. به این میگن ریتم در واقع جمله عمومی یک دنباله حسابی. توجه داشته باشید در دنباله حسابی قدر نسبت برابر است با تفاضل هر دو جمله متوالی، یعنی جمله 4 منهای جمله 3 کن دی به دست میاد، جمله 3 رو منهای جمله 2 کن دی به دست میاد، هر جمله رو منهای جمله قبلی. پس میگه دی برابر است با هر جمله منهای جمله قبلیش. آن منهای آن منهای 1، آن و آن منهای 1 نماد دو تا جمله است که بگم متوالی هم دیگه است. آن اگر یک جمله باشه آن منهای 1 جمله قبلیشه، از هم کم بکنم همون دی داره به دست میاد. تست نها کن، اومده گفته جمله هفتم یک دنباله عددی برابر است با منفی 7، مجموع جملات اول و چهارم 4، جمله نهم کدامه؟ ببین اطلاعاتی که به من داده چی گفته؟ گفته آ7 ما منفی 7، جمع جملات اول و چهارم ما 4. رابطه جمله عمومی یک دنباله حسابی رو بلد بودیم دیگه. چیکار میکنیم؟ دستگاه دو مانند و مجهول تشکیل میدم. میام میگم جمله هفتم منفی 7، جمع جمله اول و جمله چهارم هم که میشد 4. حل دستگاه میفهمیم که آ در میاد برابر است با 5، دی در میاد منهای 2. حالا جمله نهم میخواد، جمله نهم میشه آ1 به علاوه 8 دی، آ1 رو که آوردم 5، دی هم آوردم منهای 2، جایگذاری میکنم جواب در میاد منفی 11. تست بعدی چی گفته؟ گفته در یک دنباله حسابی مجموع سه جمله اول 9. مجموع سه جمله اول یعنی چی؟ یعنی آ1 آ2 و آ3 داده 9. خب مجموع سه جمله بعدی گفته 45. سه جمله بعدی یعنی چی؟ 4 5 6، مجموع اینو در میاد 45 تا. خب من بازش میکنم، جای آ1 همون آ رو میذارم، جای آ2 آ به علاوه یه دونه دی، جای آ3 میذارم آ1 به علاوه 2 دی، میشه 9. اینو ساده کنم، خوشگل کنم، میشه سه تا آ1 به علاوه 3 دی میشه 9. این یکی جای آ4 میذارم آ1 به علاوه 3 دی، آ5 میشه آ به علاوه 4 دی، آ6 میشه آ به علاوه 5 دی، جمع اینا گفته 45 است. پس 3 تا A1 به علاوه 12 تا دی میشه 45. دستگاه دو مانند و مجهول حل میکنیم، آمون در میاد منفی 1، دیمون در میاد 4. سوال از ما چی رو خواسته؟ گفته جمله چندم دنباله 399. من وقتی A1 و دی رو دارم میدونم جمله عمومیم به صورت A به علاوه N منهای 1 در دی به دست میاد. گفته جمله چندم 399، جمله عمومی رو برابر با 399 گذاشتم. چون A1 و دی رو دارم میذارم جاش، جای A1 میذارم منفی 1، جای دی هم میذارم در میارم 4، میرم اینو حلش میکنم، منفی رو میبندازم اون وقت میشه 400 تا، بعد تقسیم بر 4 میکنم 100 تا، یه دونه بهش اضافه میکنم میشه 101. مثال بعدی گفته بین دو عدد منفی 17 و 308 4 عدد درج کنیم به طوری که عدد حاصل تشکیل دنباله حسابی بده. بچه خیلی از کتابای نکته و تست فرمول گفتن، منم اون فرمول رو بلد نیستم ولی مفهوم دنباله رو بلدم. گفته چی؟ گفته بین منفی 17 و عدد 308 4 تا عدد درج کردیم. آقا 4 تا عدد گرفته انداخته این وسط، اوکی؟ مگه 4 تا عدد انداخته این وسط؟ نگاه کن، پس این میشه جمله اول تو، یعنی آ1، این میشه جمله چندم 1 2 3 4 5 6،
این میشه جمله ششم من. حالا میام فرمول جمله ششم رو مینویسم. آیه که به علاوه 5D جایگذاری میکنم. جای آششم همون عددی که دارم میذارم. جای آششم میذارم 308. آیکم که همون آیک خود سوال گفته 17. اینا هم منم به دست آوردم 17. 5D دی رو از اینجا به دست میارم. دی در میاد چند تا؟ دی در میاد 65 تا. یعنی هر بار به علاوه 65 بکنم به عدد بعدی میرسم. گفته آن اعداد رو تعیین کنید. منفی 17 به علاوه 65 میکنم میشه 48. 48 رو به علاوه 65 میکنم میشه 113. دوباره 113 رو به علاوه 65 میکنم 178. دوباره به علاوه 65 میکنم میشه 243. دوباره به علاوه 65 میکنم میبینم 308. این میشه نقطه کنترلیم. چک کنم که این عددی که نوشتم درست باشه. فرمول حفظ نکردیم. خب اما نگاه کنید. خب یه نکته هست، نکته پرکاربردیه. ما گفتیم یه دونه دی باید به دست بیاریم، یعنی همون قدر نسبت. اختلاف جملات متوالی بود، یعنی آن منهای آن منهای یک، مثلا آنو منهای آهشت، هر جمله منهای جمله قبلش کنید دی به دست بیاد. اما یه جملاتی که داشتیم متوالی نبود. میگه اگر دو جمله دلخواه آن و آن از یک تصاعد عددی معلوم باشد، دی رو میتونه کمک اونو به دست بری. بچه ها ما هر بار دی میرفتیم جلو، یعنی جمله دوم یه دونه دی داشت، جمله چهارم چند تا توش دی داره؟ سه تا دی داره. خب الان اختلاف جمله دوم و جمله چهارم چند تاست؟ میگم دو دیه. پس کافی همون چهار منهای دو در نظر بگیری. این فرمول داره همینو میگه. میگه جمله ان منهای جمله ا امم به روی ان منهای ام دی رو نشون میده. مثلا مفهوم چی میشه؟ ببین جمله صدم منهای جمله پنجاهم به روی صد منهای پنجاه، جمله صدم منهای جمله پنجاهم به روی پنجاه به شما دی رو به دست میده. چرا؟ چون جمله پنجم تا جمله صدم اختلافشون پنجاه تا دیه. خب مثلا باز اینجا میشه صحبت کرد در موردش. در یک تصاعد حسابی جمله 11 و جمله 16 متوالی نداده. آقا جمله 11 و 16 فاصله شون چند تاست؟ 5 تاست. پس بین 11 تا 16 5 تا دی قایم شده. یعنی اگر شما جمله 16 منهای جمله 11 کنی به روی 5، 5 چیه؟ همون 16 منهای 11 است. به شما دی رو میده. جمله 16 خود سوال داده بوده 31، جمله 16 خود سوال داده بوده 46، جمله 11 داده 31. 46 منهای 31 تقسیم بر 5 میکنم دی به دست میاد چند؟ 3. خود سوال گفته بوده آ11 31. اگر برم رابطهشو که رابطهش چی بود؟ رابطهش میگفتیم جمله 11 من یعنی آ1 به علاوه 10 دی برابر است با 31. ما دی رو به دست آوردیم 3. اگر نذارم توش میفهمم آ1 ما در میاد 1. اینها اینجا توضیحش دادم. آ1 در میاد چند؟ آ1 در میاد 1. حالا جمله چندم ازم میخواد؟ جمله هشتم میخواد. چون جمله هشتم میخواد میشه آ1 به علاوه 7 دی. میام جای دی جایگذاری میکنم. جای آ هم جایگذاری میکنم. آ1 رو گذاردم 1، جای دی هم که در بودم 3 جایگذاری میکنم. جمله هشتم در میاد 22. یه نکته دیگه وجود داره. میگه فرض کنید سه تا عدد آ ب سه جملات متوالی یک دنباله حسابی باشن. در این صورت این رابطه رو حفظ میکنیم. دو برابر وسطی میشه جمع اولی و آخری. که من اینجا اومدم نکته رو خیلی هایلایت ویژه گفتم. گفتم هرگاه سه عدد آ به سه جمله متوالی پشت سر هم از یک دنباله حسابی. بچه میتونه پشت سر هم نباشه ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا نهان کنید فاصله هاشون یک نواخت باشه. مثلا من جمله اول رو بگیرم، بعدی مثلا جمله پنجم رو بگیرم، چهار تا رفتم جلو دیگه میبینید، یه چهار تا دیگه هم برم جلو جمله نهم، دوباره دو برابر وسطی میشه جمع اولی آخری. هر وقت شما سه تا جمله با ریتم یکسان از یک دنباله حسابی رو داشته باشی میتونی بگی دو برابر وسطی میشه جمع اولی و آخری. به این بی که به دست آوردن میگن واسطه حسابی یا میانگین حسابی. این نکته رو بدونید بریم سوال حل کنیم. سوال چی گفته؟ گفته این سه تا جمله سه جمله متوالی از یک تصاعد عددی هستن. خب حالا دو برابر وسطی میشه جمع اولی و آخری، چون خودش گفته دو برابر وسطی میشه جمع اولی و آخری. جایگذاری میکنم میرم حساب میکنم، دو رو ضرب میکنم میشه 6 پی به علاوه 8، این برم عبارت رو ساده میکنم میشه 7 پی به علاوه 2. 6 پی رو میبرم بالا، 2 رو میارم و پی در میاد 6. پی که در میاد 6 جایگذاری میکنی عدد به دست میاد. در نتیجه اعداد به صورت 15 22 و 29 به دست میاد. حالا قدر نسبت از ما میخواد از به دست بیاریم. وقتی جملات نوشتم اختلافشون چند تاست؟ اختلافشون 7 تاست. پس قدر نسبت 7. سوال بعدی گفته اگر واسطه حسابی
اگر واسطه حسابی بین 4 و 10 رو x در نظر بگیریم، واسطه حسابی بین 21 و 33 رو y در نظر بگیریم. بچه ها پس 4 به علاوه 10 تقسیم بر 2 میشه x. اینجا گفته y واسطه بین این دو تا، 33 به علاوه 21 تقسیم بر 2 هم میشه 21 به علاوه 33 تقسیم بر 2 هم میشه y. من الان x رو به دست آوردم، y هم به دست آوردم. گفته عددهای حالا این چه ریتمی دارن؟ x ب آ c و y. من الان از اینجا فهمیدم که x هم چند در اومد؟ x هم در اومد 7. y هم چند در اومد؟ y هم در اومد 27. خب در مورد اینا بخوایم صحبت کنیم چه اتفاقی میفته؟ گفته از چپ به راست تشکیل یک دنباله حسابی میدم، بی 2 علاوه 3 رو به دست بیار. بی 2 علاوه 3 رو چیکار کنم؟ من الان میتونم آ رو به دست بیارم. ناکو توضیح بخونیم. یه مقدار با آرامش ده. گفته پس رابطه‌مون به صورت 7 بی آ و سی به دست بیاد. یک دنباله حسابی هم هست. درسته؟ میرم قدر حساب دست میارم. این در واقع همون جمله اول منه. این همون جمله اول منه. این هم میشه جمله چندم؟ جمله پنجم من. اینا 1 2 3 4 5 جمله پنجم. دی به دست میارم. آقا بیایم ما هم دیگه ذهنی کار کنیم. جمله اول تا جمله پنجم چند تا دی توش قایم شده؟ 4 تا دی. درسته؟ 27 با 7 چقدر اختلاف داره؟ 20 تا. 20 تا تقسیم بر 4 کن، دی در میاد 5. لازم نیست حتما فرمول تشکیل ذهنی هم میتونی بزنی. چون دی در اومد 5، حالا 5 تا 5 تا اضافه میکنم. بی اون در میاد چند؟ بی اون میشه 12، 5 تا اضافه میکنم. آ در میاد 17، 5 تا اضافه میکنم. سی در میاد 22. طبق رابطه ای که تو سوال از من خواسته بود، تو سوال چه خواسته بود؟ سوال من گفته بود بی 2 علاوه 3 چنده؟ حالا من هم بی رو به دست آوردم، هم سی رو جایگذاری میکنم. عدد در میاد 166. یه رابطه دیگه ای که ما داریم بهش میگیم در واقع قانون اندیس ها. اگر این قانون اندیس ها چی میگه؟ میگه اگر 4 تا عدد، بچه ها ناکنید همیشه در مورد زوج صحبت میکنم، در مورد فرد صحبت میکنم، در مورد 2 تا، در مورد 4 تا، در مورد 6 تا، تعدادتون باید حتما حواستون باشه زوج باشه. 4 تا عدد داریم. اگر m به علاوه n مساوی با r به علاوه s باشه، آنگاه رابطه این برقرار است. در نتیجه اگر بحث واسطه های به وجود بیاد میشه گفت دو برابر وسطی میشه جمع اولی آخری. نفهمیدی چی گفتم؟ خیلی سنگین بود. بذار بریم در مورد سوال صحبت بکنیم. مثلا ناکو سوال چی میگه؟ این سوال ناکو میگه جملات 3، 11 و 16. من نکته رو توضیح بدم. این نکته‌ای که صحبت کردیم، بچه ها قبول دارید 20 به علاوه مثلا 14 با 10 با 10 به علاوه 24 با هم برابره؟ 4 تا عدد گفتم که جمعشون بینش. پس جمله 20 جمعش با جمله 14 با جمع جمله 10 و جمله 24 برابره. این میشه قانون اندیسا. وقتی 4 تا اندیس داشته باشی که بینشون رابطه برقرار باشه، خود جملات هم رابطه بینشون برقراره. این کاربرد داره تو اینجا. مثلا ناگهان گفته در یک تصادف حسابی جمله 3، 11 و 16 رو به ترتیب من داده، جمله 8 از من میخواد. طبق قانون اندیسا چی میرم؟ میگم قبول دارید بچه ها 8 به علاوه 11 برابر است با 16 به علاوه 3؟ پس جمله 8 به علاوه جمله 11 برابر است با جمع جمله 16 و جمله 3. خود سوال جمله 3، 11 و 16 رو داده جایگذاری میکنم، آهش به دست میاد. آهش به علاوه 31 مساوی با 46 به علاوه 7. 31 که میبرم کم میکنم، آهش در میاد 22. بدیهی است در دنباله حسابی که قدر نسبت ما بزرگتر باشه دنباله صعودی، و اگر قدر نسبت کوچکتر از صفر باشه دنباله نزولی. یه نکته ای که خیلی شفافه، زیاد سرش مکس نمی کنم. خب برسیم به مبحث شیرین دنباله های هندسی. خب دنباله هندسی چی میگه؟ به دنباله توجه کنید. 25 5 1 1 5 داره چه اتفاقی میفته؟ آقا هر بار داره تقسیم بر 5 میشه. دنباله حسابی ما هر بار داشتیم جمع یا منها میشدیم، ولی اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ هر بار داره ضرب یا تقسیم میشه. پس میگه در هر دو این دنباله ها هر جمله در عدد ثابت ضرب میشه. بچه ها ویژگی دنباله حسابی جمع شدن بود، ویژگی دنباله هندسی ضرب شدنه. دنباله هندسی چیه؟ میگه وقتی نسبت هر دو جمله متوالی یک دنباله مقداری ثابت باشه. نسبت اختلاف بود تو دنباله حسابی، اینجا نسبت با آن دنباله هندسی میگن. به اون عدد ثابت هم قدر نسبت میگن با آر. بعضی از کتابا با کیو نوشتن، ما اینجا با آر صحبت میکنیم. بچه‌ها جمله دوم تقسیم بر جمله اول یه مقدار ثابتی آر، جمله سوم تقسیم بر جمله دوم یه نسبت ثابتی آر.
جمله انم تقسیم بر قبلیش، یعنی جمله آن به نهای یک، اونم نسبت ثابته و مقدارش برابر است با آر. نکته نها کن، میخوام برسم به جمله عمومی دنباله هندسی. اگر آ جمله اول، آر هم قدر نسبت باشه، جمله اول چی میشه؟ میشه آ. جمله دوم چی؟ طبق رابطه‌ای که گفتیم میشه آی ضرب در آر. جمله سوم آی ضرب در آر دو. جمله چهارم آی ضرب در آر سه. معمولا معلم خیلی دوست دارن مباحث اولیه رو توضیح زیادی بدم. من سعیتر از اینو میگذرم برسم به رابطه‌ای که مهمه توضیح بدم در موردش. خب اگر اینا جمله عمومی باشه میفهمیم ریتمش به چه صورت در میاد؟ آن برابر است با آ ضرب در آر به توان ان به نهای یک. این میشه جمله عمومی یک دنباله هندسی. توجه کنید، چنان که گفتیم در دنباله هندسه قدر نسبت از تقسیم هر دو جمله متوالی به دست میآید. آر میشه آ دو به رو آ یک، آ سه به رو آ دو، آ ان به رو آ ان به یک. سوال حل کنم. مثال، مجموعه دو جمله سوم و چهارم در یک تصاد هندسی که قدر نسبت رو داده دو. بچه ها جمله سوم تو یک دنباله هندسی چی میشه؟ میشه آ یک در آر به توان دو. جمله چهارم چی میشه؟ میشه آ در آر به توان 3. جمع این دوتا رو داده 36. جمع این دوتا داده 36. خود سوال گفته آر 2، من جای آر میذارم 2. میشه 4 آ با 8 آ 36. پس 12 آ 36 آ در میاد 3. آ در میاد 3. الان جمله هر جمله رو بخوای به دست میاری، چون آ رو درآوردیم ما. آ رو درآوردیم 3، آر هم خود سوال من داده 2. در نتیجه حالا آ 5 رو میخواد. آ 5 چی میشه؟ میشه آ ضرب در آر به توان 4. جایگذاری میکنم، جای آ میذارم 3، همون چیزی که دست بودم، جای آ را میذارم 2. 2 به توان 4 16، 16 ضرب در 3 48. این مثال اول. خب تست رو نگاه کن. در یک دنباله هندسی داریم آ2 ضرب در آ4 میشه 2 تا آ5. بچا تک تک رو باز کنم. جای آ2 میذارم آ ضرب در آر، جای آ4 میذارم آ ضرب در آر به توان 3، جای آ 5 هم میذارم آ آر به توان 4. حالا رابطه رو ساده کنیم، یه آ رو با یه آ میزنم، این بر آر 4، این برم آر 4، آر 4 رو میذارم آ، تمام میشه، جواب دست میاد، آ میشه 2. نگاه کن رابطه رو ساده کردیم، آ 2 آر آر 4 رو از طرفین زدم، یه آ رو با یه آ زدم، آ در اومد 2. خیلی تست ساده به دست میاد. اما همونطوری که گفتیم در دنباله حسابی قدر نسبت نشد آ ام منهای آ ان به روی ام منهای ان، اینجا هم آر رو میشه به یک طریقه دیگه به دست آورد. اگر دو جمله دلخواه داشتیم، یعنی حتما الزاما متوالی نبودن، اگر متوالی بودن تقسیم کنیم آر به دست میاد، ولی اگر متوالی هم نبودن اختلاف جملات میشه توان آر ما. آر به توان ام انهای ان، یعنی اختلاف جملات میشه آم تقسیم بر آن. این رابطه هم بچه ها یاد میگیرن. مثلا سوال اومده گفته در یک دنباله هندسی جمله دوم و هشتم، آقا جمله دوم جمله هشتم چقدر اختلاف داره؟ 6. پس آر به توان 6 میشه آ 8 تقسیم بر آ 2. اینو سریع حفظ میکنم، نگاه کن، آر به توان 6 میشه آ 8 تقسیم بر آ 2 که ساده میکنیم، در نتیجه آر چی در میاد؟ یه عدد خیلی هچلفت گنده. دقت کن، آر که دست آوردیم، آر میشه مساوی منفی ریشه 3 1 2. اینو توجه کنید، فراموش نشود هر وقت در معادله مشهول دارای توان زوج باشه، وقتی میخوای جواب بنویسی جوابش به صورت جواب مثبت و منفی حاصل میشه. مثلا اگر x تو بشه 9، x مساوی است مثبت منفی 3. این ویژگی هم مثبت منفی رو تولید میکنه، حواستون باشه به خاطر رادیکال نیست، به خاطر قدر مطلقه. من اگه بخوام یه مقدار اینو بازتر توضیح بدم، نگاه کن، وقتی x2 برابر است با 9 شما از طرفین رادیکال میگیری، رادیکال مثبت منفی تولید نمیکنه، این بر قدر تولید میکنه، چون میدونستیم هر وقت یک رادیکال فرجه زوج داشتیم عبارت از یک رادیکال فرجه زوج بخواد بیاد بیرون، بعد با قدر مطلق بیاد بیرون، رادیکال 9 میشه. و بچه رادیکال 9 دقیقاً 3، رادیکال 9 مثبت منفی 3 نگیا، رادیکال 9 دقیقاً 3، منفی نداره که. اما حالا این قدر مطلق مثبت منفی تولید میکنه، x رو در میاره مثبت و منفی 3. علتش همینه، وقتی x رو در بیاریم 9 میگیم x میشه مثبت منفی 3. این مثبت منفی که تولید شد از خاصیت قدر مطلق بود، نه چیز دیگه. ادامه میدیم. در جملات دنباله حسابی میگفتیم اگر سه تا جمله داشتی دو برابر وسطی میشه جمع اول آخری. تو دنباله هندسی میگیم اگر سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی داشته باشیم، وسطی به توان 2 میشه جمع جمله اول و آخر. به صورت ویژه صحبت کردم در موردش. اگر عددهای آ و ب و سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی باشن، وسطی
میشه مثبت منفی رادیکال آسه. من اینو خیلی حال نمیکنم ولی من اینو خیلی دوستش دارم. وسطی به تمام میشه جمع اولی آخری تو هندسی، تو حسابی. یه فیدبک بزنم یادآوری کنم، دو برابر وسطی میشه جمع اولی یا آخری، حواستو جمع کن. خب به این بیا چی میگه؟ میگه میانگین هندسی. تو حسابی هم میگفتیم میانگین حسابی. ادامه بدم. گفته مقدار x ها طوری بیابید که دنباله زیر یک دنباله هندسی باشن. آقا سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی رو من داده. پس وسطی به توان دو میشه ضرب اولی آخری. وسطی به توان دو ضرب اولی آخری. وسطی به توان دو همون x2 ضرب اولی آخری اتحاد مزدوجه. اتحاد مزدوج ساده میکنم میشه یک منهای x2. x2 رو میایم اینور. 2x2 مساوی است با 1. x2 میشه 1 دوم. x میشه مساوی منفی رادیکال 2 دوم. بچه‌ها یه انتظاری که ازتون دارم تو محاسبات اینو حواستون باشه. رادیکال 1 دوم همون رادیکال 2 دوم دیگه. باشه؟ حواستون باشه. x شده بود مساوی منفی 1 به رادیکال 2 که سریع می‌نویسیم x برابر است با مساوی منفی رادیکال 2 دوم. گفته گاهی سوالات به صورت ترکیب دنباله حسابی هندسی به دست میاد. مثلا این سوال رو نگاه کنید. جمله سوم، پنجم، دهم یک دنباله حسابی به ترتیب سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی هستن. قدر نسبت دنباله هندسی. خب من برگردم خیلی بزنگم. بچه این تشریحشه. با استفاده از فرضیات دوتا جمله می‌نویسه. جملات خودش متوالی. تشریحش رو خیلی دوست ندارم. نکته بخوام بهتون بگم. نکته ای که فکر میکنم تو اینجا نیاوردمش اصلا. اما نگاه کن حالا نکته رو. من بگم با هم دیگه عشق بازی کنیم سوالو لذت ببریم. هرگاه AM AN و AP خود جملات حسابی باشند ولی تشکیل دنباله هندسی دهند، قدر نسبت دنباله هندسی، این قدر نسبت دنباله هندسیه، میشه AP منهای AN به روی AN منهای AP AM ببخشید. AP منهای AN به روی AN منهای AM. جملات سوم، پنجم، دهم. پس انگار اینو گرفته A3 A5 A10 درسته؟ جایگذاری میکنم میشه 10 منهای 5 بروی 5 منهای 3 دیگه. پس بهتره با آر نمایش ندیم دیگه، یعنی رابطه میشه خوشگل ترش کرد. بگیم آر همون اندیس هامه ها، همون دهه ها، همون پیه ها، پیه منهای N بروی N منهای M. جمله نگم، همون اندیس هاست. ببین شماره اندیس هاست. در میاد 5 دوم. دو صد راه نرفت. هرگاه AM AN AP خود جملات حسابی باشن ولی تشکیل دنباله هندسی بدن، قدر نسبت دنباله هندسی در واقع همون بحثمون اندیسه. آ نیستا، این قشنگ تره بچه ها. اینو میشه قوی تر در نظر گرفت. آر میشه اختلاف اندیس های سومی و دومی به روی دومی منهای اولی. این در واقع اگه بخوام با خود آر نشون بدی یک غلط ریز علمی داره. حواسم هستا بحثم اینه که با اندیس ها نمش بدیم. خب سه عدد تشکیل دنباله حسابی میدن. از جمله اول یک، جمله دوم دو و جمله سوم سه عدد کم میکنیم. حاصل دنباله هندسی میشه. نگاه کن. پس جمله اول من میگه از جمله اول یه واحد کم میکنم، یعنی A1 منهای 1. از جمله دوم دو واحد کم میکنم، یعنی از A2 دو واحد کم میکنیم. از جمله سوم هم سه واحد، یعنی A3 منهای 3. بچه ها A1 A2 A3 خودشون حسابی هن ها. سوال گفته
این تشکیل دنباله گفته هندسی میده. پس وسطی به توان دو برابر است با جمع اولی در آخری. گفته توجه کنید بهترین انتخاب برای سه مشهول که تصاعد حسایی باشند اینه، نه این چیزی که من نوشتم. همیشه وسطی در نظر بگیر، قبلش میشه آی منهای دی، بعدش میشه آی به علاوه دی. چون الان تو اینجوری بخوایم بریم جلو تعداد مشهولاتمون زیادتر میشه. گفته قدر نسبتش همون دیه. طبق فرضمون گفته و جمله اول یه واحد کم میکنیم، وسطی رو خودشو نوشتم دو واحد کم میکنیم، آخریش هم سه واحد گفته کم میکنیم. این الان آ1 ماست، این الان آ2 ماست، این الان آ3 ماست. آ1 یه واحد کم کردیم، جمله دوم دو واحد کم کردیم، جمله سوم سه واحد کم کردیم. حالا میگیم وسطی به توان دو میشه ضرب اولی آخری. اینا وسطی به توان دو میشه ضرب اولی در آخری. در نتیجه رابطه رو ساده میکنم، اتحاد جمله مشترک اولی به توان دو، دو برابر اولی در دومی، دومی به توان دو. این هم که تو هم دیگه بردم تک تک ها ضرب میکنم، یعنی آ رو تو آ ضرب میکنم میشه آ دو، آ رو تو دی ضرب میکنم آ دی، آ رو تو منهای سه ضرب میکنم منفی سه آ، دی رو تو این ضرب میکنم دی تو این، دی تو این منهای یک تو این، منهای یک تو این، منهای یک تو این. ساده میکنم. بعد از ساده کردنش به این عبارت میرسیم، میرسیم دی دو منهای دو دی به علاوه یک برابر است با صفر. حالا نکته داریم، جمع ضرایب صفره، ضریب این یکه، ضریب این منهای دو، ضریب اینم یک. چون جمع ضرایب صفره یکی از ریشه ها میشه یک، اون که ریشه میشه سی آم، یعنی یک دوم، که یک دوم قبول نیست، ما همون دی رو یک در نظر میگیریم. صعود یا نزول بودن، صعود یا نزول بودن چی میگه؟ استغفرالله. صعودی یا نزول بودن. بچه صعودی یا نزولی بودن دنباله هندسی با جمله اول و قدر نسبت آر. حالت اولش چیه؟ فرض کنید جمله اول من مثبت باشه. یه حالت دیگه داریم، جمله اول من منفی. میگه اگر جمله اول تو مثبت بود، اگر آر بزرگتر از یک باشه دنباله صعودیه. ناکن جمله اول مثبته، هر بارم ضرب داری عدد مثبت داره میشه، بزرگتر از یک داره میشه. ولی اگه ضرب داری عدد بین 0 تا 1 باشه این کوچولو بکنه اینو، این میشه نزولی، اون میشه صعودی. پس اگر جمله اول مثبت باشه ضرب داره یه عددی بزرگتر از 1 بکنم میشه صعودی، اگر ضرب داره یه عددی بین 0 و 1 بکنم میشه دنبال نزولی. حالت دومم چیه؟ حالت دومم اینه که عدد اول من منفیه. میگه اگر ضرب داره یه آر بزرگتر از 1 بکنی نزولی میشه، چون اولش منفیه، ضرب داره یه عددی میکنم که هر بار داره آر بزرگتر است از 1 دیگه، اینو هی داره شدت منفی بودنش افزایش میده، پس نزولی میشه. اگر بین 0 تا 1 باشه صعودی میشه. در حالتی که آر عددی منفی باشد بدون توجه به مقدار آ، جملات دنباله یک در میان مثبت و منفی هستند. نکته مهمیه. در حالتی که آر عددی منفی باشد بدون توجه به مقدار آ، جملات دنباله یک در میان مثبت و منفی هستند. مثل این دنباله، اولش مثبته چون آر منفیه، ضرب داره مثلا منفی 2 شده، ضرب داره منفی 2، ضرب داره منفی 2، ضرب داره منفی 2. می‌بینیم اولش مثبت بود، بعدیش منفی که بعدی مثبت، بعدی منفی، یک ترمیم مثبت منفی. در این حالت دنباله هندسی صعودی یا نزولی نیست. به چنین حالتی دنباله نوسانی یا اصطلاحا غیر یک نوا هم گفته میشه. خب حالا این مثال هم صحبتش رو بکنیم. در یک دنباله هندسی نزولی، نزولی، پس آر باید چی باشه؟ حواسم باشه، باید توجه کنم که آر چی میتونه بشه. میگه مجموع جملات پنجم و ششم برابر است با دو. خب مجموع جملات پنجم و ششم برابر است با دو، تفاضل جمله پنجم و هفتم میشه یک. خود سوال ناکن گفته چون دنباله نزولی است جملات در حال کاهش بوده، لذا آ پنج منهای آ هفت میشه یک، چون تفاضل خواسته دیگه. آ هفت منهای آ پنج، آ پنج منهای آ هفت، کدومش؟ چون داره نزولی میکنه جمله پنجم گنده تره، پس جمله پنجم منهای جمله هفتم میشه یک. جمله پنجم منهای جمله هفتم، فرمولش رو باز میکنم، جمله پنجم که میدونم میشه آ یک در آر به توان، چون جمله هفتم میشه آ یک در آر به توان 6، این برابر است با یک. این معادله بماند. سوال گفته مجموع جمله پنجم و ششم هم 2، جمله پنجم علاوه جمله شش هم میشه 2. پنج رو باز میکنم، آ یک ضرب داره آر به توان 4، آ 6 میشه آ 1 ضرب داره آر به توان 5، اینم شده 2. این معادله و این معادله در نظر بگیرید، اینا تا معادله، این معادله و این معادله رو در نظر بگیرید. میخوام حلش کنیم چه اتفاقی میفته. اینجا از یه دونه آ آر 4 فاکتور میگیرم این میشه، اینجا از یه دونه آ آر 4 فاکتور میگیرم میشه 1. حالا بر هم تقسیم میکنم این دو تا رو،
تقسیمشون باید بشه 1/2. آر 4 ها ساده میشه، به یه وقت کسری میرسم. اینجا صورت رو مزدوج میکنم، با مخرج ساده خواهد شد. آر منهای 1 میشه 1/2. حالا آر رو بخوام دست بیارم، در نتیجه آر، حالا دیگه اینجا ضرب در 2 کنم، میدونین چون من کلا اینو، شما در جریان هستید، من با مخرج حال نمیگم، برای همین سبز از عبد دو کردم. من خیلی بد میگه آر میبریم اونور 1/2 میبریم از کم میکنیم، آر در میاد 1/2 دیگه. خب آر در اومد 1/2. حالا سوال از ما چی رو میخواست؟ جمله هفتم میخواست دیگه. ناکن سوال ما گفته بود جمله هفتم رو مشخص کنید. من وقتی از اینجا آر رو به دست آوردم 1/2، میرم میذارم تو یکی از اون معادلاتی که دارم، آر رو به دست میارم، آن که به دست اومد جمله هفتم، جهت یادآوری، جمله هفتم میشه A1 در R به توان 6 جایگذاری میکنی، در نتیجه حاصل رو به دست میارم. خب ادامه بدیم. حالا میرسیم به ادامه مبحث، جمع جملات. بچه جمع جملات چی داره میگه؟ میگه جمع جملات در این بخش قصد داریم در یک دنباله ای که عموماً با آن نشون بدیم، با آن نمایش میدیم، حاصل جمع جملات اول تا اینا به دست بیاریم که بهش میگیم اس. بچه بس وقتی هم میگم اس ان، یعنی جمله اول، جمله دوم، جمله سوم، همینجور جمع کن تا به جمله آن برسی. وقتی میگیم اس 1 یعنی آ 1، وقتی میگیم اس 2 یعنی آ 1 علاوه 2، اس 3 آ 1، آ 2 آ 3، اس ان آ 1، آ 2 آ 3، آ 4 آ تا آ ان بریم جلو. خب دقت کن الان جمله دوم چی میشه؟ قبول داری S1 و S2 رو نام کن. اگر S2 رو از S1 کم کنم آش خط میخوره، آدو میمونه. اینجا نام کن اگر جمله سوم و جمله دوم ازش خط بزنم آسه میمونه. پس رابطهش اینه، میگه میگه آدو همون S2 منه S1، آسه میشه S3 منه S2، همین رو رابطه فرمول در میارن، AN میشه SN منه های SN منه های 1. خب حالا این در مورد S صحبت کرد. فکر کنید حالا من میخوام مجموع جملات در یک دنباله حسابی رو به دست بیارم. آقا مجموع جملات در یک دنباله حسابی، من فرمول اصلیش اول بنویسم. ما میگیم در یک دنباله حسابی SN میشه نصف جمع جمله اول به علاوه جمله آخر. چون بچه ها AN رو بلدن، AN چی بود فرمولش؟ AN میگفته همون A1 به علاوه N منهای 1 در D دیگه، N منهای 1 در دی. جایگذاری میکنم جای آنش، فرمول این در میاد، اس ان یعنی ان دوم در دو تا آ به علاوه ان منهای 1 در دی. توجه کنید مجموعه بالا باید از جمله اول شروع بشه تا جمله انو بره جلو، پس اس ان یعنی جمله اول تا جمله انو. سوال چی گفته؟ سوال تست در واقع مجموع 8 جمله اول یک دنباله حسابی برابر است با 2، جمله 11 هم 10. پس بچه ها کن اومده چون گفته مجموع 8 جمله اول یعنی S 8 به من گفته، یعنی S، من یه ذره صفحه رو بیارم بالاتر ولی نره صفحه بعد خواهشم تو رو خدا. آها خب حالا ببین S 8 رو به من داده 2، جمله 11 هم داده به من چند؟ داده 10. بازش میکنم S 8 چی میشه؟ فرمول بلدی دیگه، میذارم جاش 8 دوم در 2 تا A به علاوه 7 D، یعنی 4 در 2 تا آ به علاوه 7 تا دی، این برابر است با 2. آ 11 دارم داده 10، پس آ 1 به علاوه 10 تا دی برابر است با 10. دستگاه دو معادله دو مجهول حل میکنیم، جواب به دست میاد، آ و دی به دست میاد. اینها چون گفته آ 11 برابر است با 10، این رابطه یکی رابطه هم ساده کرده، در نتیجه از اینجا دستگاه دو معادله دو مجهول حل میکنیم، دی به دست میاد. تست بعدی گفته در یک دنباله حسابی دیدیم جمله 7 و جمله 16 هم 42 مجموع 22 جمله اول. بچه ها چون گفته آ 7 آ 16 برابر است با 42، باز میکنم میشه آ 1 6 دی، آ 1 15 دی برابر است با 42. رابطه رو ساده میکنم میشه 2 تا آ 1 به علاوه 21 دی برابر است با 42. این یه رابطه. رابطه دیگه هم که اینجاست، مجموع 22 جمله اول یعنی S 22 رو من داده، پس S 22 برابر است با 22 دوم در 2 تا A1 به علاوه 21 D که این هم در عدد 460 و مجموع 22 جمله رو میخواسته دیگه، که اینو میخوام به دست بیاریم. یعنی من الان A2 به علاوه 21 D رو ناکن،
رابطه رو وقتی فرمولش رو باز بکنم، من اینجا بذار بنویسم چون تو تایپ هم ننوشتم. وقتی اس 22 رو تو میخوای، مجموع 22 جمله اول رو میخوای، طبق رابطه ای که حفظ کردیم n دوم در 2 تا a به علاوه n منهای 1 در d میشه، رابطه رو یه بار دیگه بنویسم، n دوم در 2 تا a به علاوه n منهای 1 در d. اوکی، اس 22 رو میخوای 22 بذار توش، اینها این میشه، میشه 22 دوم در 2 تا a به علاوه 21 d. و با توجه به اینکه خود سوال گفته بود آ 7 و آ 16 42، پس 2 تا آ به علاوه 21 دی برابر با 42 هم فهمیده بودم از قبل، اینها فهمیده بودم از قبل، میام جاش 42 رو جایگذاری میکنم، 22 دوم میشه 42، یعنی 11 ضرب در 42. ضرب چه شکلی بود؟ ضرب عدد در 11 که یادتون میاد 4 رو مینویسم 2 رو مینویسم، جمع 4 و 2 میشه 6، وسطش مینویسم. راحت ذهنی ما اینو میزنیم، قرار نیستش دیگه بخوایم درگیر محاسبات شیم. صفحه بعدی. نکته 10 چی میگه؟ میگه اگر قدر نسبت دنباله حسابی نامعلوم باشد ولی جمله آخر مشخص باشد، SN اینه. همون رابطه ای که بهتون گفتم. SN میشه N دوم در آیه که علاوه آن. این رابطه رابطه اصلیه. مثلا گفته بین دو عدد 101 و منفی 74، 24 تا عدد چنان درج شده که کل عددهای حاصل تشکیل دنباله حسابی میدهند. حاصل جمع عددهای درج شده چقدر است؟ ببینید بچه ها، من دقیقاً مشابه اون سوال در جریان واسطه که فرمولی واسش حفظ نیستم، میام میگم اچا یه دونه جمع عدد 101 رو داریم ما، این وسط یک سری عدد داریم، چند تا؟ 24 تا عدد داریم، بعدیش چنده؟ بعدیش منفی 74. این ریتم رو در نظر بگیرید. پس این جمله چندمه؟ این جمله اول در نظر میگیرم، این جمله چندم در نظر میگیرم؟ یکی اینجاست، 24 تا 25 تا 26 همه، جمله 26 همه. اوکی، نگاه کنید پس حلو اس 26 رو میخوام به دست بیاریم دیگه، جمله اول و جمله آخر رو دارم، جمع 26 تا رو میخوام به دست بیارم، حاصل جمع کل عددها رو گفته به دست بیارید. اس 26 طبق رابطه میشه 26 دوم جمله اول به علاوه جمله آخر، که این رابطه میشه 13 زد 27 351. چون وسط ها رو میخوام، یعنی این عدای وسطی رو میخوام، جمع کلش من در آوردم 351. یه دونه 101 کم میکنم، یه دونه منفی 74 تا هم کم میکنم، یعنی 351 منهای این دوتا عدد ازش کم کن، جمع وسطی ها میشه 324 تا. سوال بعدی تست. گفته مجموع تمام عددهای طبیعی دو رقمی مضرب 7. بچه ها وقتی مجموع عددهای طبیعی دو رقمی رو میخواد 7، شما باید یه زحمت اولش بکشید. عددهای دو رقمی که با 7 شروع شه، اولیش چنده؟ اولیش 14 است، آخریش هم پیدا کنی. آخریش چند عددی که به 7 بخور و دو رقمی باشه؟ عدد 98. حالا جمع همه اینا رو میخواد. من اولین کاری که میکنم باید بیام تعدادش رو به دست بیارم. درسته؟ اولین کار باید بیام تعداد رو به دست بیارم. تعداد چه شکلی به دست میاد؟ من قبلا صحبت کردم. حالا چه با استفاده از دنباله حسابی میخوای بری، چه با استفاده از دنباله هندسی. مثلا اگه بخوام با استفاده از دنباله حسابی برم، این آیه که خب ببین این الان چیه؟ آن. من تعداد بخوام به دست بیارم دیگه، میدونیم آن برابر است با آ به علاوه ان منهای 1 ضرب در دی. درست؟ پس 98 برابر است با 14 به علاوه n منهای 1 دی چنده؟ 7 7 در اضافه میشه دیگه. پس از اینجا n رو به دست میارم. یا میتونم به استفاده از اصل شمارش برم. تعداد اگه یادتون باشه همیشه میگفتم انتها منهای ابتدا تقسیم بر فاصله به علاوه 1. این رابطه بود که من سر کلاسام خیلی هید نمودش صحبت میکردم. 98 منهای 14 تقسیم بر 7 به علاوه یک. این یکه ها، من یکه ها، یک تو گفتم، گفتم یک اشتباه نوشتم. خب طبق این رابطه الان تعداد رو دست میرم، 98 منهای 14 تقسیم بر 7 به علاوه یک میشه 13 تا. پس می‌دونیم 13 تا جمله است. چون 13 تا جمله است، حالا اس رو میخوام به دست بیارم. اس هم که ما خیلی راحت بلدیم به دست بیاریم، گفتیم میشه n دوم در آ یک به علاوه آ n. داخل رابطه جایگذاری میکنم. اس 13 رو میخوای، میشه 13 دوم اولین جمله بله و آخرین جمله، که عدد در میاد 728.
خب دیگه فکر کنم تست بنز کافی حل کنم، از اینا عبور کنم بچه ها تا برسیم به مجموعه جملات در دنباله هندسی. خب اینجا مجموعه جملات یک دنباله هندسی. در دنباله هندسی اگر مجموعه این جمله رو بخوای اس ان میشه آ ضرب در یک منهای آر به توان ان به روی یک منهای آر. بعضی وقتا هم یه فرمول دیگه هم صحبتشو میکردن ها، میگن اس ان مثلا بچه ها با این عادت دارن آ در آر به توان ان منهای یک به روی آر منهای یک. این رابطه هم با این رابطه یکی دیگه، فقط تو اون کسره جفتی صورت مخرج تو یک منفی ضرب میکنیم، خیلی فرق هم دیگه نداره، میتونیم ضرب هم بکنی به این صورت در بیاری، خیلی پیچیدگی سر این رابطه ها نداریم. ولی فرمول حفظ بکنید برم سوال حل کنم ازش. سوال چی میگه؟ تست در یک دنباله هندسی غیر یک نوا، یعنی چی؟ نه سودی نه نزولی، حواسم هست غیر یک نوا وقتی میشد که آر منفی میشد. مجموع شش جمله اول کدام است؟ بچه ها چون تشکیل دنباله هندسی میدن اینا، پس از اینجا من میتونم برم بیام بگم وسطی به توان دو میشه ضرب اولی آخری، در نتیجه وسطی یا 6 در میاد یا منفی 6. اما چون غیر یک نواست پس ما چند رو قبول میکنیم؟ منفی 6 رو قبول میکنیم، چون اگر آ برابر با 6 رو قبول کنی دنباله سودی خواهد بود. پس ما چی رو قبول میکنیم؟ ما منفی 6 رو قبول میکنیم. در نتیجه الان شما میتونید آر رو به دست بیارید. آر چه شکلی به دست میاد؟ گفتیم هر جمله تقسیم بر جمله قبلیش، مثلا منفی 6 رو تقسیم بر 4 میکنم آر در میاد منفی 3 دوم، آر در میاد منفی 3 دوم، جمله اولام دارم 4، مجموع 6 جمله یعنی اس 6 رو میخوام. اس 6 چی میشه؟ آ 1 ضرب در 1 منهای آر به توان 6 بر 1 منهای آر. بچه‌ها نمیدونم چرا اینجا میرسه سوتی میدم، فرمول دنباله حسابی هندسی رو با هم دیگه قاطی میکنن. تو دنباله حسابی فرمول جمع جملات اگه خاطرتون باشه میگفتیم ان دوم در دو تا آ 1 به علاوه ان منهای 1 در دی. بچه‌ها خیلی من دیدم اینجا وقتی میخوان اس 6 رو بنویسن سوتی میدن، میرسه 1 منهای آر به توان 5. حواستون باشه تو فرمول جمع جملات در یک دنباله هندسی لازم نیست دیگه ان منهای 1 کنی، وقتی اس 6 1 منهای آر 6 اونو حالا یه مقدار بچه‌ها تمرکز کنن که سوتی نده. جایگذاری میکنم دیگه، آ 1 که دارم 4ه، آر هم که من به دست آوردم منفی 3 دوم، جایگذاری میکنیم بعد از یه محاسبات میرسیم به عدد منفی 133 هشتم. فکر کنم دیگه تقریبا نکات رو براتون گفتم، جای چیز دیگه ای نمونه بچه. ببینید خب برسیم به آره دیگه ویژه 100 درصدی است که من صحبت کردم در مورد ویژگی 100 درصدی ها، مطالبیه که دانش آموزا مطالب اولیه رو خوب یاد بگیرن، اگر دوست داشتن تو زمانشون صفحه جویی کنن برن سر مطالب ویژه 100 درصدی ها. فکر میکنم تا الان تونستیم دنباله هندسه حسابی رو خوب جمع‌بندی کرده باشیم و نکته واسه تون نمونده باشه.